درود بر شما. با تاریخ مهمترین نبردهای شاه عباس کبیر با عثمانی ها در خدمتتونم. در اواخر قرن 16 قدرت نظامی عثمانی به حد اعلای خود رسیده بود و اگرچه اتحاد اروپاییان مانع حرکت آنها به سمت مرکز و غرب اروپا شده بود، اما آنها در حال توسعه مرزهای جنوبی و شرقی خود بودند. در چنین زمانی آنها بجز ایران عملا مانعی پیش روی خود نداشتند. عثمانی ها در دوران قدرت خود در قرون 16 و 17 شبه جزیره عربستان، خاورمیانه عربی، مصر، لیبی و حتی الجزایر را در اختیار داشتند. اما علی‌رغم دو لشکرکشی بزرگ سلطان سلیم و سلطان سلیمان، هنوز نتوانسته بودند خاک اصلی ایران را تصرف کنند. اگرچه بین‌النهرین را از دست ایران خارج کرده بودند. در سال 1578 عثمانی از ضعف موقت پیش آمده در حکومت صفویه استفاده کرد و سردار خود فرهاد پاشا را با ارتشی بزرگ روانه شمار بین النهرین کرد. ارتش وی سپاه 15,000 نفره ایران را در نزدیکی بغداد شکست داد و با تغییر جهت به شمال ایران تبریز را تصرف کرد و قصد جدا کردن خوزستان و لرستان را داشت. در این زمان ایران شاه جوان و پرقدرتی را در اختیار داشت، اما این مرد بزرگ که بعدها به شاه عباس کبیر معروف شد، در ابتدای کار خود کشوری را تحویل گرفته بود که از چندین جهت تحت کنترل و تجاوز همسایگان بود. وی که تنها یک سال از سلطنتش می‌گذشت، در ابتدای حکومت درگیر نبردهای جنوب با پرتغالی‌ها و شرق با ازبکان بود. بنابراین مجبور شد برای جلوگیری از سقوط بخش غربی و جنوب خاک ایران تن به مصالحه با عثمانی بدهد. در 1590 عثمانی ها شهرهای تبریز، شیروان و ایالات گرجستان و لرستان را از دست ایران خارج کردند و در مقابل پیشنهاد صلح و تخلیه جنوب ایران را دادند که شاه عباس پذیرفت. شاه عباس به خوبی دریافته بود که نبرد با قدرت‌های غربی نظیر عثمانی و پرتغالی‌ها متفاوت با جنگ‌ها با قدرت‌های محلی شرقی است و شکست سپاهیان آنها تنها در صورتی ممکن است که ارتش از سلاح‌های آتشین و پیاده نظام جنگ آزموده برخوردار شود. از طرفی او می‌دانست که عثمانی به چیزی کمتر از فتح کامل ایران به مانند فتح ده‌ها کشور دیگر رضایت نمی‌دهد. بنابراین تمام قدرت را صرف احیای ارتش ایران کرد. ارتشی که عملاً پس از قدرت یافتن مغولان در 4 قرن قبل از بین رفته بود. در سال 1600 او به جز 60,000 نیروی سوار قزلباش از 10,000 سوار مخصوص شاه و 12,000 نیروی پیاده نظام برخوردار بود. الله وردی خان فرمانده معروف ایران نیز در این زمان با استفاده از تجربیات اروپاییان که دشمن عثمانی بودند، تکنیک توپ ریزی را فرا گرفته و علاوه بر آن فنون استفاده از تفنگ را به نیروهای خود آموزش داده بود. سر پرسی سایکس در کتاب تاریخ ایران خود از قول یک سیاح انگلیسی اوضاع را چنین نقل می‌کند: ایرانی مسلط فنون جنگی را یاد گرفته و اکنون 500 اراده توپ برنج و 60,000 تفنگچی دارد. ایرانیان زمانی که شمشیر داشتند، ترک ها از آنها می ترسیدند و حالا که ضربات آنها جدیتر و با صنایع گوگردی آمیخته شده، مخوف شدند. در سال 1602 میلادی شاه عباس خود را آنقدر قوی دید که بتواند پنجه در پنجه قدرت اول نظامی دنیا در قرن 17 بیندازد. بنابراین به سمت مناطق متصرفه عثمانی به راه افتاد و ظرف یک سال
کلیه متصرفات آن کشور را بازپس گرفت. سپس قصد فتح بغداد کرد. سلطان احمد پادشاه جوان عثمانی و پسر سلطان محمد سوم که انتظار ضد حمله های ایران را نداشت تصمیم گرفت که به مانند اسلاف خود سپاهی عظیم به سمت ایران گسیل کند. بنابراین در سال 1603 سپاه 100 هزار نفری عثمانی به فرماندهی جقال اغلی به سمت تبریز به حرکت درآمد. نیروهای محلی از برابر ارتش عظیم عثمانی جا خالی کردند و گمان همه به این بود که کار ایران تمام است. این در حالی بود که شاه ایران با جمع‌آوری نیروهای خود در حوالی دریاچه ارومیه انتظار سردار عثمانی و سپاه بزرگش را می‌کشید. سپاه ایران در این زمان حدود 62 هزار نفر و توپخانه ایران نیز کوچکتر از عثمانی‌ها بود. تدبیر شاه عباس تقسیم سپاه به دو قسمت بود. بنابراین ابتدا 10 هزار سوار از جان گذشته حمله را به سپاه عثمانی آغاز کردند. شاه عباس 50 هزار پیاده خود را از چشم فرماندهان عثمانی مخفی کرد. عثمانی ها به گمان آنکه با توپخانه قادر به دفع حمله سواران ایرانی هستند آنها را نشانه رفتند. اما سرعت سواران ایرانی در این زمان جای خود را به مانوری بی‌نظیر داد. یعنی سواران به جای حرکت مستقیم به سمت توپخانه و پیاده نظام در عرض سپاه عثمانی حرکت کردند و بدون توجه به آتش سنگین توپهای عثمانی خود را به عقب سپاه ترک رسانیدند. جقال اغلی به گمان آنکه 10 هزار سوار اکنون کاملا در محاصره خواهند بود با پیاده نظام راه برگشت سواران ایرانی را بست و با تغییر جهت توپها سعی در نابودی آنها کرد، غافل از اینکه 50 هزار سرباز ایرانی با سرعت خود را به جلوی سپاه ترک رساندند و ناگهان نبرد به مرحله ای رسید که کار از دست فرماندهان ترک خارج شد. همزمان با شدت گرفتن نبرد، پیاده نظام سواران ایرانی که اکنون از کمند توپ و پیاده نظام عثمانی خارج شده بودند با برگشت به سمت سپاه ترک قتل عام هولناکی را آغاز کردند. توپخانه عثمانی نیز قادر به عمل نبود، چرا که دو سپاه در هم آمیخته بود. تا پایان روز 20 هزار سرباز عثمانی کشته شدند و سپاه متلاشی شده عثمانی کلن منطقه را به سمت غرب ترک کرد. شکست عثمانی ها در نبرد ارومیه سبب تصرف مجدد آذربایجان، کردستان، بغداد، موصل، دیاربکر، گنجه تفلیس و باکو شد و عثمانیان کلیه متصرفات خود را در 3 دهه اخیر به ایران بازگرداندند. اما عثمانیان نمی‌خواستند شکست را از دولت ایران قبول کنند و در سال 1607 سپاهی بزرگ به ایران فرستادند. مراد پاشا فرمانده این سپاه بود، اما این سپاه شکستی سخت از ایران خورد. 9 سال بعد در سال 1616 سلطان مصطفی خلیل پاشا را با 60 هزار سوار به جنگ ایران فرستادند. وی علی‌رغم پیروزی اولیه در تسخیر تبریز ناموفق بود. در 1623 ترک‌ها آخرین کوشش خود را با اعزام سپاه مجهز به 4 واحد بزرگ توپخانه برای بازپسگیری بغداد انجام دادند، اما در تلاش خود ناموفق ماندند و چون نبرد 6 ماه به طول انجامید در سپاه عثمانی شورش رخ داد و از این زمان به بعد به شدت زمان به زیان ترک‌ها پیش می‌رفت، چرا که حضور شخص شاه عباس در سپاه‌های ایران قدرت مدافعان را 2 برابر کرده بود و پس از 7 ماه محاصره عملاً سپاه عثمانی روحیه خود را از دست داده و توسط نیروهای ایران کاملاً منهدم گردیدند. نفرات باقی مانده سپاه عثمانی به دلیل گرسنگی هرگز موطن خود را ندیدند و در بیابان‌های عراق و سوریه تلف شدند. بدون تردید اگر در قرون 16 و 17 شاهان پرقدرت صفویه در ایران حاکم نبودند،
ایران نیز جزء ایالات 40 و چندم عثمانی میشد. اما ضربات خرد کننده ارتش شاه عباس و شجاعت سواران قزلباش بازوان متجاوز عثمانی را از کار انداخت و این ارتش جهنمی را مجبور کرد که به تصرفات سرزمینی خود قانع بماند. مضافاً آنکه نبردهای ارومیه و بغداد حداقل 1/3 نیروهای امپراتوری مذکور را هدر داد و توان این کشور را برای ادامه تجاوزاتش به غرب تحلیل برد. تاریخ دوباره تکرار شد و ایران به مانند 1700 سال قبل مجدداً شمشیر قدرتی مخوف در جنوب اروپا را کند کرد و به سربازان مشابه لژیون‌های رومی ضرب شست شمشیر ایران را چشاند.